خدا اربعین به ما داده، امنیت به ما داده، معنویت در اوج میتونیم داشته باشیم. خدا بهتون رحم کنه، چه انتظاری در پیشه؟ خدا الکی اینا رو به هیچ امتی نمیده، داده بهت به امام حسین عشق بازی کنی. خبری در راه. از روی سنت‌های الهی میگم، امتحانی که خدا ازت خواهد گرفت متناسب با اتمام حجتی است که کرده. خداوند متعال نعمت معنوی به یک جامعه ای بده، به همون تناسب بلکه بیشترش انتظار داره از اون جامعه. امتحاناتی میگیره لب مرز توان اون جامعه. ما قبل از انقلاب یه مقدار عزاداری داشتیم، خدا یه امتحان انقلاب اسلامی گذاشت سر ما، خب فدای امام حسین میشی؟ بفرمایید ببینم. آقا صبر کن، ما هنو آماده نیستیم، تازه انقلاب شده، حالا تازه بخوایم؟ نه همین الان بچسبون، یالا. زیاد صبر نمی کنه خدا. الان اربعین به ما داده، معنویت در اوج میتونیم داشته باشیم. خدا بهتون رحم کنه، چه انتظاری در پیشه؟ خبری در راه. از روی سنت‌های الهی میگم. حالا اونایی که فهم نمی کنن از اربعین 20 میلیونی، مشکل فهم سنت‌های الهی دارن. کی این دلها رو اینجوری هماهنگ کرده، راه انداخته تو بیابونا؟ برای چی؟ لذا میفرماید قبل از ظهور ایمانتون رو تکمیل بکنید، که در آستانه ظهور غربالی اتفاق میفته که اکثریت از بین میره. آماده باشید، این جلسات مجانی نیست. حتی این حرفها که بر زبانها جاری میشه و به گوشها میرسه ساده نیست. همه نعماتی که، همه قدرتی که خدا به این جمهوری اسلامی داره مقدم است. اصلا خدا بناش اینجوری نیست. اینه که من مطمئن به شما بگم، بناش اینجوری نیست نعمت بده بندش تو اونجا لم بده و بشین حالشو ببر. اصلا اینجوری نداره خدا. خدا خودش میفرماید تو قرآن، و نعمت میدم امتحان بگیرم. وقت امتحاناش سطحش تناسبش با نعمت چجوریه؟ لب مرز توانه. محرم امسال رو صاحب دلها میگن مراقب باشید، بیشتر یاد امام زمان بکنید، مخصوصا محرم امسال و هواشو داشته باش. خدایا از ما امتحان سخت نگیر نمیشه. خب مستجاب نمیشه. خب این دعا من چی بگم الان؟ چه دعایی بگید بکنم الان؟ خدایا تو سخت‌ترین امتحانهایی که در فتنه‌های آخرالزمان هست و خودت به ما گفتی که تمنا کنید فتنه‌های آخرالزمان رو، ما رو کمکمون کن. ما رو جزو اون کسانی که نگه می‌داری بگذار.